درود بر شما. سیوم مرداد ماه 1394 خورشیدی و 21 اوت 2015 میلادی. صفحه آخر امشب اختصاص دارد به آقای حشمت الله طبرزدی، نمونه ای از کسانی که موقع انقلاب نوجوان بودند، بعد در اکثر 20 ساله سال 57 پیاده نظام انقلاب بودند، طرفدار آیت الله خمینی بودند، جبهه میرن با شروع جنگ، مبلغ و مروج سیاست های نظام حاکم میشن، به تدریج میشن منتقد حکومت، بعد مخالف حکومت و کل نظام حاکم، و بعدم چون مبارزه میکنن زندان و شکنجه و محرومیت های اجتماعی مثل شغل و شرکت در بعضی مراسم و غیره. خیلی از این آدم ها میدونیم که پس میکشن، ادامه نمیدن، اما یه عدهشون بی تردید آب دیده تر میشن و آب دیده تر ادامه میدن، و خب با اطلاعات و روابط گسترده‌ای که دارن حکومت هم روشون حساس داره. باری بریم برنامه رو شروع کنیم. پرده آخرم خواهیم داشت در آخر برنامه. حشمت الله طبرزدی متولد 1 فروردین 1338 در روستای دور از توابع گلپایگان، فارغ التحصیل مهندسی عمران از دانشگاه پلی‌تکنیک امیرکبیر تهران، عضو تشکیلات دانشجویی دفتر تحکیم وحدت از آغاز دهه 60 از زمان تشکیلش، مدافع جدی جمهوری اسلامی و رهبران این نظام، و بعد مخالف جدی جمهوری اسلامی و همین رهبران نظام، حالا مرده و زنده. مؤسس جبهه دموکراتیک ایران در اواخر دهه 70 و بیش از 1/5 عمرش رو، شاید حالا دقیق تر از خودشون میپرسیم، سپری کردن در زندان. درباره آقای طبرزدی خیلی نوشتند، از جمله در رسانه‌های وابسته یا پیوسته به حکومت، که من یه تیکش رو عرض می‌کنم خدمتتون. شاید عجیب‌ترین و رساترین توصیفی که بشود از تغییر نظرات طبرزدی داشت این است که او را مبدع لفظ امام خامنه‌ای می‌دانند، اما او در کمتر از یک دهه تغییر 180 درجه‌ای را تجربه کرد و از منتقدین ولایت فقیه شد و طرح دوره‌ای بودن مقام رهبری و تجدید نظر در قانون اساسی را مطرح کرد. روزگاری نشریهش مدافع سرسخت هاشمی رفسنجانی و دولت او بود، اما روزگاری هم رسید که او در نشریهش افشاگری‌هایی را در مورد دولت وی مطرح کرد. پیام دانشجو همان نشریه‌ای بود که یکی از جنجالی‌ترین پرونده‌های تاریخ انقلاب، یعنی پرونده مربوط به برادر محسن رفیق دوست، را افشا و پیگیری کرد. حشمت الله طبرزدی در سالهای جنگ نیز به عنوان داوطلب به جبهه رفته و از گزند ترکش ها هم در امان نماند و دو برادرش را هم در جنگ از دست داد. طبرزدی این روزها به رؤیای یک حکومت سکولار می اندیشد. خب خیلی ها که با نظام و در نظام موندن حشمت طبرزدی رو خائن به انقلاب می دونن. طبرزدی در نامه‌ای که در آذر 93 که ایشون زندانی زندان رجای شهر بودن و امنیتی‌ها ریخته بودن خونه‌شون و همسر و بچه‌هاشو تهدید کرده بودن و می‌خواستن پسرش علی طبرزدی رو ببرن و اینها، نامه‌ای نوشت از زندان ظاهراً خطاب به امنیتی‌ها: اگر به دنبال اسناد خیانت به این انقلاب، نظام، مردم و کشور هستید، به خانه طبرزدی نریزید. من که اسیر خودتان هستم، به خانه خامنه‌ای بروید. البته اصلا آرزو نمی کنم برای اعضای خانوادهش ایجاد حراس و یا حتی مزاحمت شود، به صورت قانونی احضار شود. اسنادی را که مشتبه خامنه‌ای مخفی کرده پیدا کنید و ببینید دلارهای این مملکت در کجا هزینه می شود. عامل ترورها چه کسانی هستند؟ چرا باید سپاه که خانواده های طبرزدی ها و علی نقیان ها و دیگران را با خون خود پایه‌گذار آن بودند
و دیگران با خون خود فلان، اینک به صورت یک نهاد یاغی در آید که آقای روحانی هم صدایش در بیاید و احمدی نژاد از آن به برادران قاچاقچی نام ببرد. آقای مهندس حشمت الله تبرزدی، خوش آمدید به برنامه صفحه آخر. درود بر شما و همه بینندگان و شنوندگان عزیز. من هم سپاسگزارم برای این فرصتی که در اختیارم قرار دادید. آقای تبرزدی، بذارین از بعد از جنگ، از حدود زمانی که شما فعالیت‌های دانشجو سیاسی رو شروع کردین بگیم. خیلی ها صحبت از این میکنن که دفتر تحکیم وحدت در آغاز که وحدت حوزه و دانشگاه مطرح میشود و این اسم دفتر تحکیم وحدت هم در واقع خلاصه شده دفتر تحکیم وحدت حوزه و دانشگاه است، با کمک معنوی و مالی آقای خامنه ای راه افتاد و مثلا ساختمانی که در اختیار شما بود و شما در رأس این جریان بودین، این رو آقای خامنه ای در اختیارتون گذاشته بود. میدونید نمیخوام به تفصیل و تحلیل بریم قضیه رو روشن بکنیم، چون در ادامه خیلی صحبت خواهیم داشت بی تردید. آیا همین که عرض کردم درسته یا نه؟ من که فعالیت های دانشجوییم از سال 56 شروع شد و دفتر تحکیم وحدت هم در سال 58 راه افتاد. نحوه شکلگیریش هم این بود که با پیامی از آیت الله خمینی شکل گرفت. من در سال اواخر 58 رفتم عضویت دفتر تحکیم پیدا کردم، تا ابتدا در شورای عمومی بودم و در سال 61-62 هم یه دوره در شورای مرکزی بودم. بنابراین این مسائل مربوط به دفتر تحکیم نمیشه. دفتر تحکیم به نحوی میشه گفتش که پایه‌گذارش آیت الله خمینی بود. و این تشکیلاتی که شما میفرمایید احتمالاً نظرتون روی اتحادیه اسلامی دانشجویان و دانشجویان دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی هست که بعداً توسط قاضی مرتضوی و قاضی حداد به صورت غیرقانونی توقیف شد. این اتحادیه در واقع اتحادیه بود که من دبیر کل اون بودم و توی دوره‌ای که اون زمانی که ما توی اتحادیه بودیم، سه تشکل دانشجویی، اتحادیه دانشجوی ما، دفتر تحکیم وحدت و جامعه اسلامی دانشجویان بودن که اینها به نحوی از خامنه‌ای کمک می‌گرفتن و ما هم کمک می‌گرفتیم. و این دفتری هم که شما اشاره کردید به نحوی به این دلیل که ما این دفتر رو از آقای هاشمی که رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی بود درخواست کردیم و بعد نشد. بعدن از طریق دفتر خامنه ای اقدام کردیم، این دفتر رو به ما دادن و البته وقتی هم که درگیر شدیم و مخالفت ها شروع شد، به نحو خیلی به اصطلاح ناصحیحی حمله کردن و دفتر رو گرفت. چقدر طول کشید تا زمانی که حمله کردن؟ یعنی این میرسد به زمانی که دیگه شما در مسیر انتقاد و افشاگری افتاده بودین دیگه؟ بله بله، من فکر میکنم که دفتر رو در سال 72 به ما دادن و در سال 76 هم، البته این دفتر مثلا ما وقتی که درخواستی که داده بودیم، درخواستمون اینجوری بود که این اتحادیه برای فعالیت‌های فرهنگی و سیاسی و اعتقادی نیاز به یه مکان داره. اون زمان ما جزء تشکل‌های بسیار فعالی بودیم که از نظام جمهوری اسلامی دفاع می‌کردیم و فکر می‌کردیم این دفتر رو به اتحادیه، نه به شخص من، به اتحادیه واگذار کردن. سرمایه‌گذاری زیادی اونجا ما کردیم، چون در اونجا فعالیت مؤسسه زبان داشتیم، کارهای آموزشی انجام می‌دادیم، هزینه های زیادی کردیم و متاسفانه فکر میکنم 76 یا 77 بود که از طریق نیروی انتظامی شبانه حمله کردم و 3-4 سال در واقع این دفتر دست ما بود و گرفتیم. حال تبرزدی، شما از چه موضعی از دفتر تحکیم وحدت اومدین بیرون؟ یعنی میخوام بگم اون اتحادیه دانشجویان دانش آموختگان چه ضرورتی داشت که شما انشاب کنین در واقع از دفتر تحکیم وحدت؟
در واقع در دفتر تحکیم وحدت دو گرایش وجود داشت. گرایش اکثریت که بچهای چپ اسلامی بودن و اینها عمدتا بچهای متأثر از دانشجویان پیرو خط امام مثل آقای اصغرزاده، آقای عبدی و اینها بودن، و یه گرایشی که البته ما مدعی نبودیم راستیم، اون وقت فکر میکردیم مستقلیم، ولی در واقع گرایش راست میشه گفتش که ما بودیم، فراکسیون اقلیت بودیم. و در سال 62 پس از درگیری های سیاسی درون تشکیلاتی که ما با هم داشتیم، من و گروهی از دوستانم به این نتیجه رسیدیم که بودن در دفتر تحکیم وحدت یک نوع هدر دادن فعالیت و کار و زندگی هست. و چند انجمن اسلامی بودیم ما اون وقت و این انجمن های اسلامی، یعنی از موضع راست در واقع از دفتر تحکیم وحدت الان که نگاه میکنیم به اون موقع، از موضع راست انشاب کردین در واقع شما؟ در واقع میشه گفت. ببینید شما اگر بخواید این رو بررسی کنید، میبینید توی دوره سازمان مجاهدین انقلاب توسط به نحوی توسط خمینی تعطیل میشه، حزب جمهوری اسلامی به شکلی باز توسط خمینی تعطیل میشه، یعنی اون تشکل‌های پیرو خمینیزم در واقع یا خط امام که مجموعه اینها بودن، پس از سرکوب های اول دهه 60 که موفق میشن، آقای بنی صدر رو سرکوب میکنن، مجاهدین رو سرکوب میکنن، چپ ها رو سرکوب میکنن، و در واقع خط امام یک دست میشه و کل حکومت رو چه در مجلس و قوه قضاییه و ریاست جمهوری و همه جاها میتونه بگیره. توی اون دوره اختلافات بین تشکل‌های خط امام یا تشکل‌های جبهه خمینیزم شروع میشه، مثل حزب جمهوری اسلامی، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، که این دوتا ابتدا اختلافات و انشعابات میشه و بعد هم به واسطه خمینی تعطیل میشن. دفتر تحکیم وحدت تشکیلات دانشجویی هستش تو اون دوره که باز این درگیری‌ها به نحوی در درونش به وجود میاد، که اونجا چون چپ اکثریت رو داشت و ما در موضع در اقلیت بودیم و عمدتا من هم جز رهبران اون فراکسیون بودم و خیلی تمایل نداشتم که وایس این درگیری تشکیلاتی ایجاد کنیم بدون انشعاب، اما به شکل موازی تشکیلات اتحادیه رو به وجود. اجازه بدین که من رو نوشته ای که بازی که رسانه های حکومت درباره شما نوشتن بخونم. نوشتن نشریه پیام دانشجو اولین بار لفظ امام خامنه ای را برای رهبر انقلاب به کار برد. حشمت الله طبرزدی در دوره حتی پیش از درگذشت مرحوم آیت الله عراقی و ایجاد خلاء مرجعیت، مروج مرجعیت منحصره آقای خامنه ای بود و دیدگاه های فقهی ایشان را با عنوان استفتاءات امام خامنه ای منتشر میکرد. نشریه پیام دانشجو رو من برای بینندگان دارم عرض میکنم که یکی از نشریه های پرسر و صدایی بود که و مؤثری بود که افشاگر بود خیلی و توسط آقای حشمت طبرزدی منتشر میشد. در آغاز همینطور که نوشته است از لفظ امام خامنه‌ای استفاده میکرد و برای اولین بار حتی، ولی بعد در ادامه شد افشاگر جدی سری پرونده ها از جمله پرونده مرتضی رفیق دوستباری. آقای مهندس طبرزدی، شما وقتی میگفتین امام خامنه‌ای، نمیدونم از چه سالی تا چه سالی بود، چقدرش به دلیل منافع شخصی بود؟ هر منفعت شخصی، از جمله همون ساختمونی که میگین، آیا جز منافع شخصی میشه گفتن؟ به هر حال آیا اصلا منافع شخصی در کار بود یا نه، و در واقع استفاده از رانت قدرت، کاری که خیلی هم میکنن، و چقدرش انصافا اعتقادی بود و بیان ایدئولوژی که آنچه که شما خودتون بعدها بهش الان هم اشاره کردین، بارها نوشتین، بهش گفتین خمینیزم؟ بله، ما در واقع مسئله امام خمینی که مطرح بود، معتقد بودیم تو اون چارچوب ایدئولوژی یا همون اسلام سیاسی که بهش باور داشتیم اون دوره، مسئله امامت رو یک مسئله سیاسی میدونستیم، یعنی سیاسی عقیدتی، برای اینکه در تفکر شیعی هم که شما مطالعه میکنید میبینید که در تفکر شیعی مسئله امامت صرفاً اعتقادی نیست، یعنی اینجور نیستش که یک پستی پس از پیغمبر اسلام به عنوان پست معنوی و اعتقادی مطرح بشه، بلکه در این حال که اعتقادی است اما جنبه سیاسی هم داره. البته کلیت اسلام میشه گفت اینجوره، اسلام اصولاً یک دین سیاسی است،
اما شیعه به نظر من سیاسی تره و به ویژه اونجوری که دکتر شریعتی گفته بود و اون دوره ما دوره اوایل انقلاب تحت تاثیر افکار شریعتی بودیم، شیعه در واقع یک حزب تمام، یک ایدئولوژی کامل، یک مرامنامه حزب و یک تفکر سیاسی اجتماعی مطرح میشد. و بنابراین از دیدگاه ما به عنوان پیروان آیت الله خمینی یا در همون جبهه خمینیزم، مسئله آیت الله خمینی و آیت الله خامنه‌ای مطرح نبود. مسئله اصلی این بود که آن کسی که در رأس حکومت قرار میگیره مطابق آن ایدئولوژی، اون پیشواست، اون امام است، اون الگوست و اون در واقع اون چه که میگوید و اون چه که مطرح میکند، حتی توی اون تفکر ایدئولوژی اینطوری هست، الان هم هست، ممکنه نگن، ولی اونها ما باور داشتیم اون زمان که فراتر از قانون حتی. بنابراین وقتی که آیت الله خمینی فوت کرد، مسئله رهبری جایگزینی رو که خبرگان رهبری انجام داد، بحث ما این بود که در واقع همون اختیارات، همون ویژگی ها و همون برنامه‌ای که خمینی داشت، خامنه‌ای هم دارد. بنابراین اگر ما میگفتیم امام خمینی، امام خامنه‌ای هم هست. اگر مسئله فتوا، چون خبرگان رهبریشون رو به عنوان مشتهد مطرح کرده بود دیگه، اگر بحث فتوا مطرح هست، بحث اجتهاد مطرح هست، ایشون هم مشتهده، هیچ ضرورتی نداره که ما به سراغ علمایی از حوزه علمی قم برویم که اینها در مبارزات حضور ندارن، در مسائل سیاسی نیستن، در بحث های جنگ و صلح و مسائل اجتماعی و ایدئولوژیک اسلام نیستن و در حاشیه‌اند. لذا ما از همون ابتدا مروج تفکر اجتهادی و تفکر اعتقادی آیت الله خامنه‌ای بودیم. البته بحث امام خامنه‌ای تو سال 73 مطرح شد، اونجایی که من یادمه یه دوره کوتاه بود، برای اینکه در سال 74 وقتی که با پیام دانشجو درگیر شد، بسیج حمله کرد، نمیدونم اطلاعات حمله کرد، قوه قضاییه حمله کرد، اینها ما رو زیر فشار گذاشته بودن و میگفتن شما این لفظ امام خامنه‌ای رو برای پوشش انتخاب کردید که بتوانید حمله کنید به سایر نهادهای قدرت، که البته واقعا اینجور نبود. ما اعتقاد داشتیم، باور داشتیم به عنوان یک طرفدار تفکر اسلام سیاسی و تفکر ایدئولوژیک، و البته پس از اون که به این نتیجه رسیدیم که اصولا این تفکر تفکری است که در دوره مدرن اصولا جواب نمیده و مشکلات اساسی داره، به طور طبیعی عدول کردیم و هم بحث خود جمهوری اسلامی، تفکر اسلام سیاسی و مسئله رهبری غیر پاسخگو و فراقانونی، همه اینها رو در واقع تجدید نظر کردیم. مسئله نقد مطرح شد که حالا توی بخش‌های بعدی مطرح میشه، ولی در واقع ما جز نیروهای صادق جمهوری اسلامی بودیم که هیچ کارمون به خاطر منافع شخصی نبود. همه زندگیمون اینه بود. کی و چگونه از حکومت بریدید و دیدید که این صداقتتون در واقع خلاصه هزینه منفی داده برای شما، بدهکارتون کرد؟ خدمت شما عرض کنم که ما وقتی که از بعد از فوت آیت الله خمینی و به روی کار آمدن هاشمی رفسنجانی، ما جزء نیروهایی بودیم که معتقد بودیم هاشمی رفسنجانی میتونه کارهای بزرگی بکنه و در واقع خیلی باور داشتیم که اهداف انقلاب و آرمان‌های انقلاب مثل عدالت، مثل برابری، مثل آزادی و همه این چیزهایی که در دوره جنگ بهش لطمه خورده بود، فکر می‌کردیم که این دوره جدیدی که هاشمی رفسنجانی آمده محقق خواهد شد. بذارین همینجا یک معذرت می‌خوام، شما ذهنتون بسیار منظم‌تر از منه، من نوشته‌هاتون رو که می‌خوندم و برای همین بذارین من بپرم تو حرفتون، چون من یادم میره شما مطمئنم یادتون نمیره. ببینین الان داشتین میگفتین که درباره همین دوره جنگ فرمودین که اون شعارها منحرف شده بود، دیگه محقق نمیشد، عدالت و آزادی و اینا. آیا قبل از جنگ این شعارها واقعا با آمدن آقای خمینی محقق شد، یعنی که جنگ زد در بوداغونش کرد؟ خدمت شما بگم، ببینید تو تفکر ایدئولوژیک اسلام سیاسی یک نوع آرمانگرایی وجود داره هنوز هم، و اون زمان هم ما به شدت تحت تاثیر این آرمانگرایی بودیم. ما به واقع فکر میکردیم که برابری با اسلام سیاسی محقق میشه، عدالت با اسلام سیاسی محقق میشه. حرفایی که خمینی میزد ما این حرفا رو باور کرده بودیم.
و خب خود شما میدونید توی دهه 60 و به ویژه پس از انقلاب درگیری های زیادی توی کشور ایجاد شد. نه من پرسشی که کردم آقای طبرزاده، عذر میخوام یه وقت بی خودی وقت برنامه رو تلف نکنم، من پرسشی که کردم معطوف به نظرات الانتون بود که گفتم آیا الان معتقدید که اون شعارها اون موقع واقعا محقق شد یا نه، نه اینکه باور اون موقعتون. اگه الان معتقدین توضیح بفرمایید خواهش می‌کنم، اگر نه که ادامه میدیم چون بقیه صحبتمون مونده است در ارتباط با همین موضوع. تفکر سیاسی اسلام سیاسی به نظر من و اون ایدئولوژی اصولا آفت آزادی خواهی است، آفت عدالت طلبی است، برای اینکه توی اون تفکر شما با یک دنیایی در یک دنیای قرار میگیرید، دنیای ایدئولوژیک بهش میگن به اصطلاح آگاهی کاذب، برای اینکه واقعیات اجتماعی رو شما نمیبینید، حقایق اجتماعی رو نمیبینید، بلکه آنچه که میبینید اون باورهایی هستش که خودتون دارید، توهماتی هستش که خودتون دارید. و من معتقدم که متاسفانه در واقع انقلاب بهمن 57 در قربانی این توهم تاریخی ایدئولوژیک شد و پس از اون هم در دنیای اسلام باز ما می‌بینیم که همین ایدئولوژی گرایی و اسلام سیاسی و اسلام افراطی الان در دنیا به ویژه در خاورمیانه چه تأثیر منفی که نگذاشته. بنابراین اون چه که من اشاره کردم برای اون دوره‌ای که شما گفتید، توی اون دوره ما فکر می‌کردیم هاشمی رفسنجانی با اون شعارهای جدیدی که مطرح کرد، با سازی و سازندگی و دوره نوین و اون بحثایی که مطرح کرد، ما این حرفا رو قبول داشتیم. ولی یه مقدار که جلوتر رفتیم، مثلا 69 70 ما روبرو شدیم با شکاف عمیق طبقاتی، با یک نوع تفکر تبعیض‌گرایانه، با یک نوع تفکری که مدیران ارشد حقوق‌های کلان، امتیازهای کلان، راندخاری‌ها شروع شد. و توی این دوره 70 تا 73 ما تا در یک شرایطی بودیم که در واقع در یک برزخ سیاسی به سر می‌بردیم، در درون تشکل خودمون نمی‌تونستیم این مسائل رو تحلیل کنیم و نمی‌تونستیم علت‌یابی درستی بکنیم که خب پس چی شد، پس چرا تبعیض زیادتر شد، چرا شکاف‌های طبقاتی زیاد شد. و این بود که با راه اندازی هفتنامه پیام دانشجو در سال 73 و به مرور ارتباط برقرار کردن با طبقات گوناگون اجتماعی و فهم و درک درستری از واقعیت اجتماعی به جای اون توهمات ایدئولوژیکی که ما داشتیم، نهایتا ما رو به اینجا رسوند که توی همون شماره اول پیام دانشجو هم ما در سخن هفته پیام دانشجو من نوشتم که در واقع ما چی کار میخوایم بکنیم؟ مبارزه با بی‌عدالتی، مبارزه با تبعیض، مبارزه با سانسور، اینا چیزایی است که تو همون شماره اول هفتنامه پیام دانشجو ما نوشتیم. وقتی که آمدیم جلوتر هنوز تو توهم بودیم، یعنی وقتی که مثلا افشاگری میکردیم یا نقد میکردیم فکر میکردیم مسئولین حکومت هم دارن خوشحال میشن از این کار ما، اما به مرور پیغام‌ها، تهدیدها از سوی مرکزیت مثل از طرف آقای هاشمی رفسنجانی، از طرف آقای خامنه‌ای دفاترشون شروع کردن تهدید کردن و شروع کردن در واقع حرفای رو زدن که ما متوجه شدیم که نه، در واقع خانه از پای بست خلاصه به ایران است. از همون جای مقدار ذهنمون روشن‌تر شد. آقای طبرزاده، خب بعدم افتادین زندان و اینها، چند سال در مجموع زندان بودین؟ یکی از طولانی‌ترین دوران زندان در مجموع شما در بعد از انقلاب 57 داشتید از بین فعالان سیاسی و مطبوعاتی. البته در مجموع چند سال زندان بودین و اولین بار کی بود و آخرین بار کی؟ من بگذاریم که از سال 73 دیگه درگیری ها و نمیدونم برخورد ها و حمله میکردن گروه فشار، چندین بار با کابل و پنج بوک زدنمون، چندین بار ما رو بردن در اومدن ریختن گرفتن بردن خود من و دوستانمون رو. بسیار تا سال 75 مرتب دادگاهی می شدیم، 76 همینطور، دادگاه انقلاب، دادگاه عادی که من اولین زندانی مطبوعاتی همین آقای قاضی مرتضوی در سال 75 بودم، این آقای به اصطلاح دکتر سعیدی که در سخنگوی آژانس انرژی اتمی جمهوری اسلامی هست، این اون وقت به اسم آقای سیادتی بازجو بود و چقدر من رو اذیت کرد. ولی به طور مشخص از 26 خرداد سال 78، 20 روز پیش از جنبش دانشجوی 78، من در زندان اوین تقویم شدم
و در چند روز، حدود یک ماه پیش هم، 40 روز پیش هم آزاد شدم. البته توی این دوره هایی که من زندان بودم مرخصی به شرط سکوت داشتم، 16 سال حدوداً طول کشید. از این 16 سال یک 7 سال و یک 5 سال و نیم، 12 سال و نیم در واقع من حبس قانونی، یعنی طبق قانون خدا اینا، من 12 سال و نیم حبس کشیدم، اما دوره زندان رفتن و زیر باجوی بودن و انفرادی ها و اینها 16 سال شد. و چی بگه آدم، 16 سال یعنی نزدیک یک پنجم عمر، نزدیک نه، یک پنجم عمرتون. و در این و همیشه منتقد بودید و همیشه نوشتید و سخن گفتید. تمام جرمتون در واقع آنچه که بازتاب داشته این بوده، نه هیچ وقت جزو گروه های مسلح بوده اید، نه هیچ وقت تظاهرات مسلحانه کردید علیه نظام که احساس خطر بکنید. ببینید تجربتون به طور خلاصه از بازداشتگاه های امنیتی چگونه است که اشاره الان کردین، یک نفرشون رو که خب قطعا اینا خیلی بیش از اینها، و گاهی هم تو همین برنامه اشاره کردیم آقای سعیدی سخنگوی آژانس انرژی اتمی که بازجو شما بوده، مهمه که تجربتون از این بازداشتگاه های امنیتی بگین، هم از نظر به هر حال آگاهی دادن به مردم و هم انتقال تجربه به دیگران. خواهش میکنم. خب اون دوره بازداشت های من که زیاد بود، یعنی من چندین دوره در بازداشتگاه امنیتی بودم، در شکنجهگاه توحید 209، دو الف، عشرت آباد 240، ضد اطلاعات وزارت دفاع. من حساب کردم حدود 3 سال جمعاً توی این، همین از این 12 سال و نیم حبس که به من حساب کردن، توی این دوره 16 سال حدود 3 سال من در سلول انفرادی و بازداشتگاه امنیتی بودم و تجربیات بسیار تجربیات تلخی است از نظر انسانی و بسیار سنگین. من اولین دوره بازداشت بسیار سنگینم پس از 18 تیر 78 بود. جالبه بدونید زمان اتفاق جنبش دانشجوی 78 من در انفرادی های 209 بودم. بعد منو از انفرادی های 209 بردن شکنجهگاه توحید. حدود 110 روز من در شکنجهگاه توحید بودم و تمام دوستان منو آورده بودن اونجا. بسیار بدترین دوره بازجویی های من در همین شکنجهگاه توحید در سال 78 بود که اونجا بود که اکبر محمدی زیر کابل بود و بسیاری دیگه از دوستان من اونجا زیر کابل و کتک بودن. ما تو سلول بودیم، البته سلول من سلول در واقع 101 بود، سلول 101 در کنار اتاق معروف به اتاق پتو، بعدن البته به ما گفتن اونجا اتاق پتوز. اتاق پتو هم جایی بود که زندانی ها رو می بردن اونجا و با کابل می زدن و شکنجه می کردن. تمام مدت فریادهای این بچه ها تو مغز ما بود. یعنی برای یک آدمی مثل من بهترین چیز توی اونجا اینه که بیان بزنن. وقتی که میزنن به لحاظ فیزیکی شما تخلیه میشید، اما اینها به لحاظ اون تفکر امنیتی که داشتن و دارن نحوه شکنجه هاشون هم برای افراد گوناگون متفاوته. من یه روزنامه‌نگار بودم، کسی بودم که صدام خیلی جاها میرسید و میدونستن که نمیتونن به من کابل بزنن چون بعد پس از اون افشاگری ها خیلی زیاد خواهد شد، کمان که این کارم کردن، در مورد دوستان هم این کار کردن. اما اون دوره شکنجهگاه توحید بسیار سنگین بود، پس از اون در عشرت آباد سنگین بود، دوی الف سپاه سنگین بود. ولی من میخوام یه نکته، و خب میدونید در همین شکنجه ها بود که ستار بهشتی رو اینها البته پلیس امنیت کشتن. یعنی من مطمئنم یه کسایی مثل حالا ستار بهشتی، گفتم امروز هم منزل ایشون بودیم، ما دوستان زیادی بودن برای تولد ستار و من باید واقعا یاد کنم از مادر بزرگوار ایشون و خواهر ایشون و این بزرگوار. در هر صورت تو اون دوره هم بودن کسانی که زیر شکنجه کشته می شدن که احتمالا یکی از اونها همین دوستمون زینالی باید باشه که 16 ساله هیچ کس ازش خبر، نه جسدشو به مادرش دادن نه خبری ازش دادن. ولی در اون دوره شکنجه ها بسیار سخت بود.
البته این رو هم چون گفتید تجربه برای جوان‌ها، من نباید گونه ای حرف بذارم که جوان‌ها بترسن. الان به دلیل همین مبارزاتی که بسیاری از فعالین سیاسی، فعالین مدنی، حقوق بشری، دموکراسی خواه تیه بیبیجه این دو دهه اخیر که جنبش دانشجویی، جنبش زنان، جنبش کارگران، جنبش حقوقدانان فعال شده، من چون آخرین دوران بازجویی هم در سال 88 گذروندم، البته 88 هم خیلی سخت بود، خیلی سنگون بود به دلیل جنبش سبز، اما خوشبختانه چون مبارزات زیادی شد، آگاهی رسانی شد و خیلی تلاش ها صورت گرفت، الان دیگه بازداشتگاه ها مثل گذشته نمیتونن شکنجه کنن. اما هنوز ما متاسفانه بازداشتگاه غیرقانونی داریم، انفرادی داریم، بازجویی داریم، بازجویی با چشم بسته داریم. اصلا خود همین دادگاه انقلاب، این قاضی حدادی که بعداً متهم شد و بسیاری از قضات دادگاه انقلاب که کار اینها اصولا غیرقانونی است، احکام اینها رو خودشون صادر نمی‌کنن، بلکه وزارت اطلاعات و سپاه بخش امنیتی سپاه پاسدار و سایر نهادهای امنیتی قضایی هستن که به اونا دیکته می‌کنن. دوره‌هایی که ما گذراندیم و دوستانمون در شکنجهگاه‌ها، در بازداشتگاه‌ها، در بازجویی‌ها بسیار سنگین و سخت بود، ولی خوشبختانه مقاومت کردیم و امروز من می‌خوام به فعالین، به دانشجویان، به جوانها بگم که خوشبختانه دیگه رژیم مثل گذشته نمیتونه شکنجه کنه، نمیتونه سرکوب کنه، البته هنوز شکنجه هست. آقای تبرزادی، اگه یه روز ازتون بپرسن که دستگاه قضایی چرا و چگونه علیه شخص شما بیداد کرده، به عنوان شخصیت حقیقی عرض میکنم، چه جوابی دارین و چه افرادی در دستگاه قضایی رو مسئول، قضایی یا امنیتی، هر منظورم در دستگاه های مسئول، شما به عنوان متهم معرفی میکنید، شکایت دارید ازش؟ ببینید، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی مستقل نیست. یعنی شما در دنیای مدرن دستگاه قضایی توسط قضات و حقوقدانان مستقل اداره میشه، به شکل شورایی انتخاب میشن قضات و در رأس قوه قضاییه قرار میگیرن، که خب ما دستگاه قوه قضاییه رو ولی فقیه تعیین میکنه. ولی فقیه هم یعنی در یک نظام ایدئولوژیک، یعنی رأس قدرت، یعنی کسی که تمام قدرت به حرف و در واقع مشروعیت نهادها طبق اون چی که خودشون میگن با نظر ولی فقیه است، که فردی است که پاسخگو نیست، فرا قانونه و انتخابش هم انتخاب مستقیمی نیست، غیر مستقیم، اون غیر مستقیم هم استصوابیه و میدونید خودتون. دستگاه امنیتی هم، این دستگاه امنیتی دستگاهی است که باید مدافع امنیت همین نظام ایدئولوژیک باشه. ما بارها با بازجوها و با قضات دادگاه انقلاب اینها بحث کردیم، مثلا همین آقای حداد رو که من بارها باش صحبت می‌کردم که قاضی ما بود دورهای مختلفی، میگفتیم شما که اونور میز نشستید که بیطرف نیستید، شما قاضی در واقع از حکومت پول میگیرید، از نظر عقیدتی هم وابستگی عقیدتی و ایدئولوژیک دارید، بنابراین شما بایستی که از اونها دفاع کنید. من هم که اینور میز نشستم مدعی هم که مدافع حقوق مردمم، مدافع حقوق خودم هستم و باید از حقوق خودم و مردمم دفاع کنم. این وسط باید یک نهاد بیطرفی وجود داشته باشه که بین اتهامی که تو به من وارد میکنی و من بتونه داوری کنه، تو که بیطرف نیستی. دادگاه انقلاب بیطرف نیست، دادگاه انقلاب امنیتیه و در واقع بخشی از سیستم امنیتی جمهوری اسلامیه. سیستم امنیتی هم که پاسخگو به مردم نیست. شما اصلا توی ساختار ایدئولوژیک، توی یک چارچوب ایدئولوژیک، مسئله پاسخگویی حتی در نهاد ریاست جمهوری و در مجلس به اصطلاح اسلامی هم معنا نمیده، برای اینکه اینا همشون پاسخگو، اونایشون که سالمن، اونایشون که اعتقادی هن، پاسخگوی ولی فقیه هم، به قول خودشون میگن ما پاسخگوی خداییم و خدا هم نمایندش ولی فقیه و ایشون هم به خدا جواب میده، ما هم باید به ولی فقیه پاسخگو باشیم. من و ساختار و چارچوبی که ولی فقیه تعیین میکنه، ما دلیلی نداره پاسخگوی مطبوعات باشیم. شما میگید دادگاه علنی باشه، یعنی نماینده رسانه ها بیان.
شما میگید هیئت منصفه، یعنی ما میگیم، یعنی ما متهم میکنیم دادگاه انقلاب رو و دستگاه قضایی رو، میگیم طبق قانون اساسی، اصل 168 قانون اساسی، خودتون بایستی که هیئت منصفه باشه، بایستی که دادگاه علنی باشه. دادگاه اونا همینطور که میگین استدلال خودشونو دارن و رهبری فردی هست و ولایت مطلقه فقیه و اعتقاد اونها، حالا یا منافع یا اعتقاد، به هر حال اون چیزیست که بارز است. سوال منو جواب ندادین، ولی شما از چی شکایت میکنین اگه بخواین شکایت کنین؟ من شکایت کردم. من تا سال 88 در واقع طی 10 ماده دادخواستی که نوشتم از شخص آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی شکایت کردم، برای اینکه من این دستگاه قضایی و این آقای رئیس قوه قضایی لاریجانی یا بقیه اینها رو که من پاسخگو نمیدونم. اونی که پاسخگو هست برای اینکه طبق تفکر ایدئولوژی و اسلام سیاسی که به عنوان یک حزب تمام ازش نام بردن، به عنوان یک ایدئولوژی ازش نام بردن، به عنوان دینی که میخواد حکومت کنه، دینی که نظام اقتصادی و اجتماعی داره، اعتقادشون اینه که در رأس اون فردی که چه پیامبر و در نبود پیغمبر طبق تفکرش امام غایب، و وقتی که امام غایب نیست امام حاضر یا ولی فقیه یا ولایت مطلقه، میگن اون در واقع ما به اون پاسخگو هستیم و اون مسئوله. بنابراین من جز خامنه‌ای کسی رو نمیشناسم و شکایت هم کردم، اما متاسفم که هنوز به این شکایت من رسیدگی نشده، یعنی نهادهای بین المللی در این زمینه ها بسیار ضعیف هست. آقای طبرزادی، این مسیری که شما آمده اید و من مخصوصا این سوال کردم که برسم به این نقطه، و به این نقطه ای که الان رسیدید، خیلی از کسانی که بهشون اطلاق می شود یا خودشون به خودشون اطلاق می کنن روشن فکر دینی، به همین مرحله رسیدن و از همون جایی که شما هم شروع کردین اغلب شروع کردن، به ویژه با انتساب شما به نظرات دکتر شریعتی و اینها که خودتون هم اشاره کردین به هر حال علاقه ای که داشتین و دنبال می کردین. بذاریم من نقل قول دیگه نکنم، فرصت کوتاه ازتون بپرسم که این روشنفکران دینی رو شما در پیوند با این اسلام سیاسی و اسلام سیاسی که میفرمایید، اولا نگه آخه اسلام غیر سیاسی داریم، و ثانیا این روشنفکران دینی بعضن روشنفکرانی هستن که کسانی هستن که مثل شما در مقابل نظام حاکم، در واقع در برابر آنچه هایی که شما ستم بر جامعه میدانید دارن و بر بشریت میدانید دارن مبارزه میکنن، ولی بعضا هستن کسانی که با حکومت هستن، یعنی همشون یک دست نیستن. شما آیا فکر میکنید که این مسیری که میباید با آنچه که شما میفرمایید دموکراسی و شعارتون هم دموکراسی خواهان جهان متحد شوید هست، آیا این از مسیر همین روشنفکران دینی میگذره با توجه به جامعه دینی ایران، جامعه مذهبی ایران به هر حال، که به هر حال محصولش هم همین حکومتی است که داریم می‌بینیم، یا نه از طریقی که شما معرفی می‌کنید، میگید سکولاریسم، خب از کجا باید به این سکولاریسم رسید؟ می‌دونید اینو به لحاظ نظری توضیح بفرمایید، خواهش می‌کنم. شما فرمودید که آیا مگر اسلام غیر سیاسی هم هست؟ من معتقدم که هست. بله، ما تعریفی داریم به اسم اسلام سنتی، و مثل آقای بروجردی که الان بیش از 7-8 ساله که زندان هستند، و خیلی از روحانیونی در قم که اینها معتقدند اصولا اسلام در غیبت امام زمان شیعه نبایستی که وارد مسائل سیاسی بشه، اینها به اسلام سنتی باور دارن. البته منم در مباحث توریک با اینها مشکل دارم. نهایتا این بحث مطرح میشه که خب شما در تمام مباحث اسلام وقتی که وارد میشید به نحوی به امور اجتماعی میپردازه، و آقای مهندس بازرگان بعد از 60-70 سال مبارزه در آخرین سخنرانی هایی که داشت اعلام کرد که اسلام یعنی فقط خدا و قیامت، و وقتی که ایشون این تئوری رو ارائه داد که اسلام فقط خدا و قیامت، بسیاری از دوستان و شاگردان ایشون از جمله آقای منتظری، من خوندم دیدم که به ایشون ایراد گرفتن و گفتن که پس این همه آیه و حدیث تکلیفش چی میشه اگر، یا خود شما این همه سال
مبارزه کردیم. من متاسفم هنوز جامعه فکری ما به این اندیشه آقای بازرگان نپرداخته، عمدتا برخورد سیاسی شده. بایستی که میومد این بحث میشد که آقای بازرگان چرا به این نتیجه رسید که نهایتا گفتش که اسلام یعنی قیامت و خدا، یعنی اسلام کاملا غیر سیاسی. خب البته این ایراد ما داریم، یعنی بعدا اینا دچار پارادوکس میشن که دستورهایی که از اسلام، البته بازرگان بعد میگه که خب این کاری هم که پیغمبر کرد کار پیغمبر بود، کار خدا نبود. بسیاری از کارهایی که پیغمبر انجام داد، سنت پیغمبر، دستورات پیغمبر و حکومت پیغمبر، اینا مربوط به خود شخص پیغمبر بود. یا بعد از پیغمبر تمام کارهایی که مسلمان‌ها و مؤمنین میکنن مربوط به مؤمنین، مربوط به پیغمبر هم نمیشه، چه برسه به خدا. آقای بازرگان استدلالش اینه. خب توی این استدلال ایرادهای زیادی وجود داره، اما ما یه جامعه سنتی اسلامی در خاورمیانه و در آسیا و در ایران داریم که میگه آقا اسلام یعنی که من نمازمو بخونم، معنویتمو داشته باشم تو زندگی شخصی، ولی به اسم اسلام حکومت نکنم، به اسم اسلام اقتصاد و سیاست و امور اجتماع وضع نکنم. روشنفکرهای دینی اینجا با اسلام سیاسی درگیرن. روشنفکرهای دینی یک نوع اسلام به اصطلاح خودشون رحمانی رو مطرح میکنن، میگن ما اسلام مدرن، اسلام رحمانی، اسلام حقوق بشری. و فکر میکنم آقای دکتر سروش و آقای اشکبری و جناب آقای شبستری و اینها از چنین دیدگاهی دفاع میکنن، میگن ما اسلام ما یک نوع اسلام معنوی هست که این اسلام معنوی و اسلام در واقع رحمانی میتونه با سکولاریزم هم حتی کنار بیاد. اینها البته به نظر من یه مقدار بازی با کلماته. اصولاً از مسیر دین سیاسی نمیشود به سکولاریزم رسید، نمیشود به دموکراسی رسید. ما این رو تجربه کردیم، هم تجربه عملی داریم، هم تجربه تئوریک داریم. طی 30-40 سال گذشته در این زمینه ها من فعال بودم و در واقع زندگیم رو برای اینها گذاشتم، فقط هم آکادمیک نبوده. بنابراین من میخوام به شما این رو بگم که اصولا اسلام اگر اسلام شخصی باشه، که حالا میگن اسلام سنتی، اون اسلام سنتی با اسلام با دموکراسی به نحوی میتونه سازگار بشه، به این معنا که دخالت نکنه، حقوق اعلامیه جهانی حقوق بشر رو بپذیره. اعلامیه جهانی حقوق بشر میگه برخورد با بهایی، یهودی، مسیحی، مسلمان، گبر، بیدین، همه در همه زمینه ها باید برابر باشه. این چیزی که اعلامیه جهانی حقوق بشر میگه. روشنفکرهای دینی هنوز به نحوی از یک نوع قرائت از اسلامی دفاع میکنن که اون قرائت از اسلام دوباره میخواد اسلام رو به حوزه امور اجتماعی بکشاند و پس از اون که به امور اجتماعی کشان، خواهی نخواهی به امور آموزشی کشانده میشه، به آموزش پرورش کشانده میشه و بعد از اون هست که به امور حکومتی کشانده میشه. به نظر من در ایران تنها راه این است که با احترام به اسلام، احترام به بهائیت، با احترام به یهودیت و مسیحیت و زرتشت و هر آن دینی که به عنوان دین آسمانی خودش رو مطرح میکنه، اما در حوزه امور آموزشی، امور پژوهشی، امور اجتماعی، به ویژه امور حقوقی و امور سیاسی و حکومتی کاملا میبایستی که دین برکنار باشه. لذا ما به این نتیجه رسیدیم کار بسیار طولانی مدتی خواهد بود، کار فرهنگی باید بشه. بخش‌های بزرگی از جامعه ما الان به این نتیجه رسیدن، جوان‌ها، بسیاری از دختر خانم‌ها و پسرها به این نتیجه رسیدن، بخش بزرگی از روشنفکری الان به این نتیجه رسیده و به نظر من حتی به لحاظ سیاسی طیف آقای خاتمی و اصلاح طلب‌ها هم به نحوی به قول خودشون به یک سکولاریسم سیاسی رسیدن و این حرفی که اصولگراها اونا رو متهم میکنن، میگن شما سکولاری، درست میگن. اونها هم به این نتیجه رسیدن که اسلام سیاسی و اسلام ایدئولوژیک، یعنی اسلامی که باید در اون خودی و غیر خودی باشه، یعنی در اون تبعیض باشه و اون چیزیست که الان متاسفانه حاکم. آقای تبرزدی، شما 18 دی ماه 93 بعد از اون حمله تروریستی به دفتر شارلی ابدو در پاریس نامه نوشتید، خطاب به ظاهران خطاب به که نامه سرگشاده بود فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه، نوشتین حکومت اسلامی، حکومت جمهوری اسلامی داعش شیعی است. بعد توضیح دادین مگر فتوای ترور سلمان رشدی توسط خمینی را فراموش کرده اید؟ مگر همین روحانیون حاکم بر ایران ده‌ها دگراندیش مخالف خود را در فرانسه و کشورهای اروپایی ترور نکردند؟ مگر پس از انقلاب بهمن 57
با به قدرت رسیدن اسلام سیاسی در ایران، خمینی و یارانش هزاران دگراندیش، روزنامه‌نگار و مخالف سیاسی یا عقیدتی را ترور، اعدام، شکنجه، زندانی و قلع و قمع نکردند. من اینو خوندم که ازتون بپرسم شما خودتون اصلاح طلب میدونین یا برانداز؟ من اصلاح طلب که نیستم، قطعا نیستم. اصلاح طلب نیستم. من آیا در میان اصلاح طلبان، اصلاح طلبانی که در پی فقط با خشونت مخالفن، خشونت به مفهوم این است که وقتی که به هر حال یک نفر دنبال این باشه که امیدی نداشته باشه به اصلاح امور، بنابراین ممکن است که در شرایطی که وضعیت شورشی در جامعه پدید بیاد حمایت کنه از اون وضعیت. خب ما میدونیم که خیلی از اصلاح طلبامون این کار نمی کنن، اصلاح طلبایی که لزوما مذهبی هم نیستند. با اینها شما چه میکنین؟ البته من سوال شما رو خوب متوجه نشدم. اصلاح طلبانی که مذهبی نیستن ولی طرفدار کنار زدن حکومت به هر روشی هم نیستن. خب ما هم اینجوریم، یعنی ما در واقع خواهان تغییر جمهوری اسلامی به یک ساختار دموکراتیک و سکولار بر پایه اعلامیه جهانی حقوق بشر هستیم. در واقع من تمام مبارزات ما برای تغییر جمهوری اسلامی است، اما اینجا مسئله شیوه مبارزه است. ما مبارزه ای رو طی دو دهه گذشته انتخاب کردیم که این مبارزه مورد تأیید اعلامیه جهانی حقوق بشره. اعلامیه جهانی حقوق بشر صراحت داره که تمام شهروندان می توانند برای رسیدن به حقوق اساسی خود به مبارزه به اصطلاح پیسفول یا صلح آمیز برخیزند. ما مبارزه دموکراتیک مثل تحصن و تجمع و تظاهرات و اعتصاب و افشاگری و کمپین های گوناگون و استفاده از فرصت های مختلف، چنین روشی رو ما برای رسیدن به اون اهداف انتخاب کردیم. و اینم که میگم اصلاح طلب نیستم، برای اینکه اصلاح طلب ها اولا توی 16 سال گذشته و به ویژه در اون 8 سالی که آقای خاتمی حاکم بود هیچگاه تعریفی از اصلاحات ندادن. یعنی اون رفرمی رو که مورد نظر داشتن رو فقط و فقط در رابطه با تغییر برخی از شیوه ها و برخی از قوانین، اون هم متاسفانه شفاف نبود، پس هیچ تعریف مشخصی نداشتن. و دوم اینکه در شیوه مبارزه هم ثبات نداشتن، یعنی شاید خیلی جاها اونها هدفهاشون با ما یکی روی هم قرار میگیره. مثلا اصلاح طلب ها بسیارشون من میدونم دموکراسی خواهم هستن، با شکنجه مخالفن، با زندان دگراندیش ها و نمیدونم سیاسی ها مخالفن، خودشون بسیارشون توی مدت حبس کشیدن، ما با هم رفیق بودیم و با هم زندگی کردیم، اما اولا تعریف مشخصی از خواسته های خودشون ندارن، دوما این که متاسفانه ثبات هم در روش خودشون ندارن. یه وقتی میان توی خیابون مثل سال 88 و به نحوی خلاصه تغییر رژیم از اقداماتشون نتیجه میشه، یه وقت هم دوباره بدون حساب کتاب برمیگردن به سمت قدرت و شروع میکنن تایید کردن وضعیت حاکم. و اصلا بعضیاشون هم میگن که مسئله تقلب 88 سوء تفاهم بود یا اصلا تقلب نشده بود. لذا اصلاح طلبی متاسفانه در داخل کشور ایران لوس شده، خراب شده. ما به همین دلیل معتقدیم که مبارزات دموکراتیک، یعنی مبارزاتی که الان جریان داره در متن جامعه، بیش از هر چیز یک مبارزه فرهنگی است، یک مبارزه اجتماعی است، به مشارکت کشانیدن آحاد جامعه برای تغییر سرنوشت خودشونه. این زمان میبره، اما نهادینه کردن فرهنگ دموکراسی خواهی که در واقع همون تحمل مخالف است، تحمل دیگری هست و در واقع با همدیگه بودن، مشارکت عمومی داشتن بودن هست، اینها چیزایی است که ما ازش دفاع میکنیم. و همطور که اشاره کردیم، نه در جنگ مسلحانه و در مبارزات مسلحانه میشود چنین فرهنگی رو یافت و نه در مبارزات سازش جویانه و قدرت طلبانه یا مبارزاتی که معطوف به صرفاً و صرفاً گرفتن قدرته. ما اصلا اینجور نمیگیم که ما فقط و فقط به این میاندیشیم که باید قدرت سیاسی رو بگیریم. ما باید که زمینه های اصلی برای تغییرات دموکراتیک توسط خود مردم و نهادهای مردمی فراهم بشود تا بشود رژیم رو تغییر داد. آقای تبرزدی، میخوام تیتروار ازتون بپرسم چون فرصت دیگه نداریم، چرا جنبش سبز که اشاره کردین در خیابون شکست خورد؟ کاری نداریم که اون پشت چه میگذشت،
یعنی مردم ریختن تو خیابون میلیون ها نفر و بعد به ساعت برچیده شد، در حالی که این قدرت رو به قول آقای خامنه ای داشت که حتی نظام زیر رو بکن. رهبری مشخص نداشت، سازماندهی نشده بود و سرکوب فوق العاده بی‌رحمانه بود. یعنی سرکوبی که در خیابان شد، در کهریزک شد، تجاوز و کشته های زندان، من در سال 88 دوره بازجویی که داشتم مقایسه کردم با دوره قبل، درسته که خیلی تفاوت کرد و نسبت به شکنجه‌های طویل یا زندان‌های سپاه، ولی در سال 88 هم بسیار وحشتناک بود برخورد. این سه عامل اصلی به نظر من. و فکر میکنید که یه دقیقه فرصت داریم، فکر میکنید که در برآمد سیاسی آینده با تلاش هایی که میشود، شما اشاره میکنید تلاش های فرهنگی، مدنی و اینها، برآمد سیاسی آینده های ما چیزی شبیه جنبش سبز خواهیم داشت؟ جامعه ما یک جامعه جنبشی است در واقع، یک جامعه است که همواره مطالبات انباشت شده، انباشت مطالبه همراه با سرکوب شدید، بنابراین جامعه به دنبال فرصت است و خود رژیم هم میدونه که جامعه از کوچکترین فرصت استفاده میکنه و ممکنه هم جنبش دانشجوی 78 و به ویژه جنبش سبز 88 با ابعاد دیگری تکرار بشه. بسیار بسیار سپاسگزار آقای مهندس حشمت الله تبرزدی، امیدوارم در برنامه های بعدی هم فرصتی بدزدیم و شما رو ازتون دعوت بکنیم. شبتون بخیر آقای تبرزدی. قربان شما، سپاس از شما. خب بریم پرده آخر. یه حدیثی است در باب خلقت آدم در بحار، اینا برای اهل علم آدرس میدم که میخوان مراجعه کنن، حدیث اونجاست. موقعی که خدای منان اراده فرمود آدم را خلق کنه، به جناب جبرئیل ملک مقرب امر فرمود برو یه مقدار خاک از زمین بگیر بکن، گل آدم ها چاخ کنیم، خلقش کنیم. آدم چند متر بوده که میدونه؟ طول آدم 17 متر بوده و عرضش هم خب لابد 10 متر، عریض و طویل. رفتید هابیل، سر قبر هابیل در سوریه، این تا سینش بیشتر نیست، اینی که هست، اینی که هست تا سینشه سر قبر هابیل. کی رفته سوریا؟ هابیل و قابیل اون کو. اصلا دارن این که آدم 17 متر طول، حدیث هست، نه از خودم نمیگم، ما روایات هست اینا که میگم. شب و روزگار خوش.